جان احمد حقجو، فاتح آینده شمالی در سنگرستان پنشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. چند خبر از گزارشنامه افغانستان. جان احمد حقجو، فاتح آینده شمالی در سنگرستان پنشیر. فرمانده جان احمد خان حقجو سمت چپ در جمع فرماندهان شمالی فرد استثنایی است. من سالها ناظر و شاهد فعالیت‌های آگاهانه حقجو در برابر بی‌عدالتی بودم. هیچ فرمانده دیگری در هندشت شمالی با پای استحکام شخصیت و قدرت فکری جان احمد نمی‌رسد. جالب این است که حقجو همیشه زمانی را پیش بینی میکرد که شمالی و پنشیر یک بار دیگر با هجوم دست جمعی طالبها و متحدان داخلیشان در شمالی و پنشیر مواجه خواهند شد. این را من در جلسه در سال 2007 در چاریکار شخصا از زبان وی شنیدم. فرمانده حقجو برخلاف تمامی دانه درشت های سیاسی و جهادی یا مقاومتی، سرزمین شمالی دارای قدرت تحلیل عجیب و دقیق پیرامون عملیاتی کردن مواضع در عرصه سیاسی و نظامی در برابر طالبان، تیم کرزی و باند اشرف غنی بود. او 10 سال پیش قصد داشت پوشش امنیتی و نظامی در شمالی را استحکام دهد، اما امریکایی ها و تحریک چند سست عناصر شمالی مداخله کرد. وزارتخانه ای را که حقجو برای دفاع در برابر حملات احتمالی طالبان تأسیس کرده بود بمباران کردند. با تسلیمی حد اکثر قماندانان و نخبگان شمالی به طالبان، اکنون به افکار و فعالیت‌های حقجو روشن‌تر می‌توان پی برد. من تصویر جنگ‌های آینده و نتایج آن را طوری می‌بینم که حقجو فاتح و ناجی شمالی خواهد بود. طالب لشکر اجنبی است و شکست آن دیر یا زود قطعی است. در همین حال نگرانی روسیه درباره کسیل نیروهای طالبان و نظامیان تاجیکستان به مناطق مرزی. مقامهای روسیه از افزایش تنش میان طالبان و تاجیکستان ابراز نگرانی می کنند و می گویند بر اساس گزارش ها نیروهای دو طرف در مناطق مرزی جابجا شده اند. با گزارش خبرگزاری تاس الکسی سایف، معاون مدیر اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت مسکو از دوشنبه و کابل میخواهد تا برای حل تنش‌ها در مرز تاجیکستان و افغانستان رای حل قابل قبول را جستجو کنند. او گفته است ما با نگرانی تنش فزاینده ای را در روابط تاجیکستان و افغانستان در زمینه اظهارات سرسختانه رهبران هر دو کشور مشاهده می کنیم. گزارش های از طرفین وجود دارد که نیروهای مسلح را به مرز مشترک کشانده است. ما از دوشنبه و کابل تا
درخواست می کنیم که به دنبال جایگزینی های قابل قبول، متقابل برای حل و فصل وضعیت کنونی باشد. با گفته این دیپلمات روسی بر اساس اطلاعات طالبان، تنها در تخار در نوار مرزی ده ها هزار نیرو از واحدهای ویژه خود را مستقر کرده اند. تخار در شمال شرق کشور با تاجیکستان مرز مشترک دارد. طالبان به اظهارات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که خواستار دولت فراوی در افغانستان شده بود واکنش تندی نشان داده اند. ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست دولت طالبان گفته است تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. او هشدار داده که هر اقدامی واکنش نیز خواهد داشت. ملا برادر می گوید که طالبان به کشورهای همسایه اجازه نخواهد داد که در گیری فرقه‌ای و قومی را براندازد. رئیس جمهور تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر با اشتراک گسترده تاجیک ها تاکید دارد. رحمان اخیرا در مجمع عمومی ملل متحد گفت و کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کند، اما همه قشرها باید در حکومت سهیم باشند. به نظر می رسد روابط طالبان و تاجیکستان بر سر جبهه ملی مقاومت به رهبری احمد مسعود به سر احمد شاه مسعود نیز تیره تر شده است. اخیرا برخی رسانه های گزارش داده اند که تاجیکستان به پایگاه جبهه مقاومت ضد طالبان تبدیل شده است. گفتنی است که تاجیکستان پس از سقوط دولت به دست طالبان تحرکات نظامی خود در مرز افغانستان را به خاطر تهدیدات داعش گسترش داده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید زنگ آگاهی را فشار دهید.